سلام بچه ها، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال مجله ترکیه. تو این ویدیو قراره با هم دیگه ببینیم جشنی که دیشب برگزار شد، آلتین کلبلک، و بهترین بازیگر زن و مرد و بهترین سریال و اینا انتخاب شد. جایزه هاشو کیا گرفتن؟ همین. اگه به این موضوع علاقه مندین با من تا آخر ویدیو همراه باشید. برای دادن جایزه بهترین بازیگر زن، اگه سریال خوبی رو میبینین، به مامان نسلیهان، از مامان نسلیهان خواستن، اومد و جایزه بهترین بازیگر زن رو همونطوری که میبینین داد به پینار دنیز برای بازی در سریال یارگی. پینار دنیز اینجا داره میگه که من برای دومین ساله که این جایزه رو گرفتم و خیلی خوشحالم، خیلی افتخار بزرگیه، یارگی بخش مهمی از زندگی منه و خیلی انتخاب خوبی بوده و جیلین باعث شده که این دو سال من این جایزه رو بگیرم و یه کاراکتر تاثیرپذیر توی زندگی من بوده و کلی تشکر میکنه از کان و بقیه عوامل سریال. برای بهترین بازیگر مرد از نباهات چهره خواستن که بیاد بالا. نباهات چهره نقش خیلی معروفش توی سریال خرم سلطان بود که مادر سلطان سلیمان بود، توی عشق ممنون که مادر سمر بود، خیلی همون به اینا میشناسینش، و اومد و جایزه بهترین بازیگر مرد رو به خاطر سریال کلوب و سریال خیاط که از نتفلیکس پخش شده بود به صالح بادمجی داد و همونطور که میبینید اونم اومد و صحبت کرد، گفت خیلی نمیخوام تشکر کنم ولی کلی تشکر کرد از عوامل سریال. و نظر مردم، من دیشب که کامنت ها رو میخوندم، خیلی ها موافق این بودن که حقش بوده و سال هاست داره سریال خوب بازی میکنه و واقعا بازیگر خوبیه. من سریال خیاط رو ازش دیدم که خیلی خوب بازی کرد، ولی سریال کلوب رو هنوز ندیدم. حالا جلوتر میبینیم که کلوب هم یه جایزه دیگه دریافت کرد توی این مراسم دیشب. بهترین سریال چشم چران امارت انتخاب شد و بازیگراش اومدن بالا و جایزه رو گرفتن و بازیگر نقش فرید مرد رمضان دمیر نبود، گفتن که چون مریض بوده نتونسته باشه، ولی افرا یعنی سیران و بقیه عوامل سریال همشون بودن، جایزه رو گرفتن و رفتن پایین، صحبتی هم نکردن اونا. بهترین زوج این مراسم هم سرنای ساریکایا و کیوانچ تاتولو انتخاب شدن به خاطر سریال خانواده که خیلی همین روزا محبوب شده و به اسم آقازاده تو ایران از شبکه NBC پرشیا پخش میشه. اینجا هم سرنای و کیوانچ صحبت کردن و همطور که میبینید کیوانچ به میکروفون گیر داده بود و میگفتش که ظاهرا هر سالی مشکل داره که کوتاه براش و تشکر کردن و همین صحبت ها. سریال موفق سال سریال قضاوت شد، از این جهت که یه دستاوردی داشته، به یه موفقیتی رسیده بوده و دلیلش هم احتمال خیلی زیاد این بود که چند وقت پیش جایزه امی رو گرفت که خیلی جایزه بزرگی بود و عوامل سریال رفته بودن برای دریافت اون جایزه و دیشب هم همشون حضور داشتن، کان بود، پینار دنیز بود، کارگردان تهیه کننده، اینا همه بودن و اومدن جایزه رو گرفتن و رفتن. بعدش رسید به بهترین بازیگر برای نقش رمانتیک کمدی که اینجا
بازیگر نقش اسمش چی بود توی سریال اگه دوستش داشته باشی؟ لیلا که اسم اصلیش هافسانوره، جایزه بهترین بازیگر زن رو گرفت. بهترین بازیگر رومانتیک کمدی هم کرن بورسین گرفت. بهترین سریال رومانتیک کمدی هم اگه خیلی دوستش داشته باشی که توی ایران از NBC پرشیا به اسم چه می شود اگر پخش میشه. اینا اومدن جایزه‌شون رو گرفتن که یه ویدیو طنزی از کرن بورسین و یه نفر دیگه پخش شده که الان میذارم اونو ببینین، که ادای کرن بورسین رو موقعی که اومده جایزه رو بگیره در آورد، که کرن یکم انگلیسی صحبت کرد اونم ادای اونو در آورده. Yapımcımız Necati Akpınar, you are the man. Hey, okay. بازیگر خردسال که اومد بالا، یه لباس صورتی خیلی گوگولی و خوشگلم پوشیده بود و کف دستش نقاشی کشیده بود که امروز خیلی از سلبریتی‌های ترک اونو شیر کرده بودن. صحبت از یه زمین خوبی که توش صلح هست، جنگ نیست، بچه‌ها توش آزادن، حیوانا آزادن، ادا بود اسمش و برای بازی در سریال کلوب انتخاب شد به عنوان بهترین بازیگر خردسال و جایزه‌شو گرفت و رفت. بعد یه جایزه هم به بازیگرای نوظهور دادن که به 4 نفر بود. 3 تاشون خانوم بودن، یکیشون آقا بود، یکیشون بازیگر سریال شربت زغال لخته که الان خیلی میبینید، حالا اسمشون رو میگم الان بهتون، سیمای، سیلا، جانر و اوزگه، کسایی بودن که همونطور که تو تصویر میبینین جایزه این بازیگر نوظهور رو گرفتن که آینده درخشانی در انتظارشون خواهد بود. خب این چندتای آخرم تونتون بگم. بهترین مجری سال کنان انتخاب شد همونطور که میبینید. بعد بهترین سناریست و بهترین کارگردان مربوط به سریال شربت زغال لخته بود. پارسال همه این جایزه ها رو سریال قضاوت گرفته بود. بعد بهترین برنامه تلویزیونی مستر شف شد که همیشه توی این برنامه ها تونسته جایزه بگیره. بعد بهترین خواننده مرد ادیس شد و بهترین خواننده زن ملک شاهین انتخاب شد که همونطور که تو تصویر میبینید همشون مشخص بودن. اینا چیزای اصلیش بود دیگه، حالا یه ذره جایزه خورده ریزم داشتن و برای جایزه خواننده ها از شوال سام که خیلی همون اونو با نقش اندر در سریال سیب ممنوع میشناسیم اومد جایزه رو داد و پسرش هم در حال حاضر داره تو سریال چشم چران امارت بازی میکنه که نقش خیلی محبوبی هم احتمالاً اوایل که نداشته الان شاید داشته باشه. مرسی که تا آخر ویدیو تماشا کردین. این بود از جایزه هایی که دیشب سریال ها و بازیگرای ترک گرفتن. یه سری از بازیگرای معروف مثل هاندرچل دیشب کلن نبودن. همین، اگه به سریال های ترکی، اخبارشون، بازیگرا و سلبریتی های ترک علاقه مندین میتونین کانال من رو دنبال کنید. از این به بعد بیشتر ویدیو خواهم گذاشت و اگر ویدیو رو دوست داشتین یادتون نره که لایک کنید. مرسی، فعلا خدا نگهدار.